ساعتی پس از یک حمله دیگر گروه تروریستی بوکو حرام در نیجریه، رهبران 5 کشور آفریقایی نیجریه، بنین، کامرون، نیجر و چاد و نمایندگان کشورهای غربی طرح اولیه بین‌المللی هماهنگی و تبادل اطلاعات برای مبارزه با بوکو حرام را تدوین کردند. فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه میزبان رهبران کشورهای آفریقایی و نمایندگان کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی در پاریس است. اعضای بوکو حرام که آزادانه از مرز نیجریه با کشورهای همسایه می‌گذرند، روز جمعه به تأسیسات یک شرکت مهندسی چینی حمله کردند. این تأسیسات در نزدیکی محلی است که این گروه در ماه گذشته بیش از 300 دختر دانش آموز را ربود. تعدادی از آنها موفق به فرار شدند، اما 276 تن از این دختران هنوز در اسارت بوکو حرام هستند. بوکو حرام پیشنهاد داده است که دختران ربوده شده را با اعضای زندانی این گروه در نیجریه مبادله کند، در غیر این صورت اقدام به فروش آنها خواهد کرد. فرانسوا اولان گفت استراتژی بوکو حرام نابودی شرافت انسانی است. استراتژی بوکو حرام برخلاف تمدن بشری این است که نیجریه را بی‌ثبات کند و اصول بنیادین شرافت انسانی را نابود کند. تهدید بوکو حرام برای فروش دختران اثباتی بر آن است. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در پاریس گفت کشورش برای کمک به نیجریه آماده است. نیروهای امنیتی نیجریه برای این مبارزه ساختار مناسبی ندارد. دلیل آن این حقیقت است که مشکل با بوکو حرام بدتر شده است. ما می توانیم در این ارتباط کمک کنیم و برای همین است که پیشنهاد کردیم مشاوران نظامی مان در تشکیلات نیروهای امنیتی نیجریه مستقر شوند. کشورهای غربی گفتند در مبارزه با بوکو حرام هیچ گونه دخالت نظامی نخواهند کرد. مهدی آرامی، صدای آمریکا، واشنگتن.